انتشار خبر مسلمان شدن ژوزه مورایس سرمربی تیم فوتبال سپاهان کافی بود تا کاربران فضای مجازی برای شناخت همسر ایرانی ژوزه دست به جستجوی موضوعات مختلفی همچون شیدا مقصودلو کیست و شیدا مقصودلو و مورایس چند سال فاصله سنی دارن بزنن. به بهانه تغییر دین ژوزه مورایس پرتغالی در این ویدیو به معرفی همسرش شیدا مقصودلو بازیگر زن ایرانی میپردازیم. سلام دوستان عزیز و کانال خودتون خوش آمدید. با ما همراه باشید با حواشی جدید. شیدا مقصودلو نام نامزد ایرانی ژوزه مورایس است که از بازیگران زن دهه 70 محسوب می شود و به زودی با سرمربی سپاهان پیوند ازدواج خواهد بست. مقصودلو در تاریخ 6 شهریور 76 در تهران متولد شد. او از سن 17 سالگی به حرفه بازیگری مشغول است و در حال حاضر در یک تئاتر فعالیت می کند. شاید مهمترین تجربه سینمایی شیدا مقصودلو قهرمان اصغر فرهادی باشد که خانم بازیگر در این فیلم کنار چهره‌هایی چون محسن تناونده و امیر جدیدی به ایفای نقش پرداخت. همسر ژوزه مورایس در قهرمان نقش منشی رادمهر را بر عهده داشت. فعلا فیلم‌هایی که شیدا مقصودلو در آن بازی کرده به همینجا ختم می‌شود و باقی فیلمشناسی و آثار بازیگریش مربوط می‌شود به حضور در نمایش‌هایی همچون چند تکه لغزان، لوله، آرایش، تورنج و نشانی. مورایس پرتغالی که از سال گذشته هدایت سپاهان را بر عهده گرفته از آیین مسیحیت به دین اسلام گروید. این خبر در نشست مطبوعاتی سپاهان و پس از پیروزی مقابل استقلال اعلام شد. مربی پرتغالی سپاهان به لحاظ اخلاقی بی تردید یکی از متفاوت ترین مربیان خارجی است که در سالهای اخیر به فوتبال ایران آمده است. فارغ از آرامش و ادبیات مؤدبانه‌ای که او در برابر سوالات غالبا چالشی، یکی از ویژگی‌های قابل تحسین او علاقه است که نسبت به فرهنگ، هنر و موسیقی ایرانی بروز می‌دهد. این طرز تفکر دقیقاً نقطه مقابل برخی مربیان اروپایی است که حتی با وجود سالها حضور در ایران نگاه بالا به پایین و اظهار نظرهای توأم با نیش و کنایه را حفظ می‌کنند. به گفته برخی نزدیکان این مربی، ماجرای عجیبی زندگی او را تحت تأثیر قرار داده است، ماجرایی که کمتر درباره آن صحبت شده است. او پیش از اینکه پیشنهاد سپاهان را بپذیرد و به ایران سفر کند، در یک سانحه رانندگی دچار وضعیتی شبیه بیهوشی و کما می شود و پس از بهبودی نوع نگاه وی به زندگی به کلی متفاوت شده است. اما آنچه مدیران باشگاه سپاهان را شگفت زده کرده این بود که مورایس چندی پیش به باشگاه مراجعه کرده و میگوید من میخواهم مسلمان شوم و باید از کجا شروع کنم. به منظور راهنمایی این مربی پرتغالی، ابتدا از طریق بخش فرهنگی باشگاه سپاهان مسائلی در خصوص عرف، شرع و قانون در ایران و دین اسلام برای وی توضیح داده شده و بلافاصله مقدمات شرعی تشرف مورایس به دین مبین اسلام انجام شده است. وی همچنین در محضر یکی از علما شهادتین را به زبان جاری ساخته و شرعاً مشرف دین اسلام شد و شیعه گردیده است. نکته دیگر این که به موازات این اقدامات یک مشاور مذهبی با آشنایی کامل به زبان انگلیسی در کنار وی فرایند آشنایی و آموزش مبانی اعتقادی و نیز پاسخگویی به سوالات مورایس را بر عهده داشته است. از مدت ها قبل زمزمه های مبنی بر ازدواج قریب و وقوع ژوزه مورایس با یک بانوی ایرانی در جریان بود، موضوعی که همواره با خبر تشرف او به دین اسلام پررنگتر شد و رسانه ها نیز درباره آن صحبت کردند. در این خصوص گفته می شود مسائل شرعی ازدواج مورایس با همسر ایرانیش اتفاق افتاده و در طی چند روز آینده این مراسم به صورت رسمی برگزار می شود. دوستان عزیز خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون در کامنت با ما به اشتراک بذارید. لایک هم فراموش نکنید. ممنونم از نگاهتون.